موضع گیری اصحاب الان بعد از اینکه این همه حقیقتا پایین اومدن حضرت عثمان با اینها کنار گیری کردن با اونها خیشتنداریشون. خیشتنداریشون استفاده نکردن از زور از قدرت با این اوباش ها وقتی اینو میبینن خب حضرت باقی صحابه رضوان الله علیهم خب یه موزهگیری گیری دارن دیگه تعجب میکنن خب اینقدر حضرت عثمان خیشتنداری میکنه براشون بیان میکنه دست به سلاح نمیبرد میتونه اینها در مقابل اصرار میکنند الان اومدن خانه حضرت امیر رو محاصره کردن اونو از نماز جماعت باز داشتن. از اینکه آب و آزوقه او برسد باز داشتن خب اینها هم یه موزه گیره دارن موزه گیری اولشون اینه که اومدن خودشون همدیگر رو اولا که چون حضرت عثمان رضی الله عنه موافق نبود که با اونها درگیر بشوند حضرت عثمان رضی الله عنه موافق درگیری با اونها نبود و هر وقتم که گروهی از اصحاب می اومدن می که موضع تندی بر علیه این اوباش ها داشته باشن اونها رو برحضر می داشت اجازه نمیداد. بله. اجازه نمیداد. حارث ابن نعمان رضی الله عنهما میاد پیش حضرت عثمان بشت. گفتن که اجازه بده که با اونها به جنگ حضرت عثمان اجازه نداده گفت من راضی نیستم بیش مغیرت ابن شعبه رضی الله عنه میاد این هم اجازه میخواهد که اگه اجازه بدی نیروی زیادی هستن آماده هستن که با اینها به جنگ گفتن که که عددن و قوة و وانت على الحق وهم على الباطل همه میدونستن که حضرت عثمان بر حق هست اینها به باطل هستند حضرت عثمان چی میگه میگه دوست ندارم اولین کسی باشم که جانشین پیامبر شده باشم و خونریزی در امت و من شروع کرده باشم. پای کنم در پای این خونریزی با من باشه نمیخوام لن اکون اول من خلف رسول الله صلی الله علیه و آله فی امتی بسفک الدماء بله جانشین پیامبر باشم و اولین کسی باشم که خون بریزم از مسلمون ها بالاخره بله این جوابی بود که حضرت عثمان رضی الله عنه به مغیرت ابن شعبه میدن میگه میگه که نیرو زیاد هست آماده هستیم تو بر حق اینها بر باطل هستن اجازه نمیده دستور بده تو وارد عمل بشه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه میان بله میگه که جنگیدن با اینها جایز هست حلال هست اینها شورشی هستند نمیخوان حق و قبول کنند حضرت عثمان فرمود که لا والله لا اقاتلهم ابدا نه به خدا سوگند به خدا اصلا با اینها جنگ نمی کنم اینها رو نخواهم کشت دست به سلا نمی برم در روایت دیگه میگه که یا امیر المؤمنین ما یک گروهی هستیم جوان ورزیده بله. میدونیم که چگونه با اینها برخورد کنیم میتونیم بر اینها پیروز بشیم حضرت عثمان فرمودن که شما را سوگند میدم به خدا که به خاطر من خونی ریخته نشود بعد با او صحبت میکنند این یعنی که حق ندارید این مرحله است که الان اصحاب میان با حضرت امیر امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه صحبت میکنند عرضه میدارن میگن که ما حاضریم اجازه بده حضرت عثمان قبول نمی کنن. گام دوم وقتی ما میبینیم تشویق کردن همدیگر به دفاع از حضرت عثمان هست این مرحله دومی که صحابه در واقع وارد عمل آره یعنی وقتی دیدن که حضرت عثمان رضی الله عنه قبول نمی کنن خودشون با همدیگه همدیگر هم رو تشویق کردن به دفاع کردن از حضرت عثمان